با حال آقای دکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه با ما هستن تا در مورد شیوع موج سوم ویروس کرونا و افزایش این میزان بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای دستگیر نظری سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین با مجموعه خبری پایک‌روز. تشکر، سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. بله آقای نظری، میخوایم بپرسم که آمار شما در مورد 24 ساعت گذشته از ویروس کرونا چقدر است؟ به چند تن رسیده؟ تشکر، متأسفانه هنوز ارقام 24 ساعت گذشته برای ما نرسیده، معمولا بعد از ساعت 2 بجه او آماده میشه، ولی به تقل روز گذشته ما 840 واقع مثبت داشتیم و تقریبا 19 هموطن ما جان خود از دست دادن. میزان مصابیت ما به 22% رسیده. البته این میزان مصابیت در سطح ملی هست، در ولایات مختلف جداگانه هست. میزان واقعات مثبت کرونا بیشتر در ولایات های چون ننگرهار، کنر، لغمان، کابل، لوگر و کندهار می باشد. باقی مانده ولایت های افغانستان نسبتاً آمار کمتری را دارند. در این ولایت ها واقعات ما بیشتر متمرکز هست. بله آقای نظری، علت شیوع بیشتر در این ولایات چه است؟ مشکلی که عملا وجود داره، خب موج سوم کرونا برخلاف موج اول و دوم کرونا که از طرف غرب افغانستان شروع شد، این بار از طرف شرق افغانستان ما تعداد واقعات را داشتیم. به طور مثال 10 روز گذشته ما تعداد واقعات ما بیشتر در ولایت های شرقی افغانستان بود و از اون طرف رو به گسترش هست و در حال افزایش به طرف ولایت های جنوبی و غربی افغانستان هست. مطمئنن که وقتی گردش ویروس در یک قسمت از جغرافی های کشور پیدا شود و نکات وقایی مراد نشود، همکاری جامعه با سکتور صحت نباشد، مطمئنا او باعث انتشار میشه و رفت آمدها بین ولایت ها که وجود داره باعث ازی میشه که ویروس از یک ولایت به ولایت دیگه انتقال بکنه و همون قسم به آرام آرام تمام ولایت های افغانستان واقعات مثبت کرونا را داشته باشند، طبقی که ما در موج اول کرونا را تجربه کرده بودیم. فعلا هم همون چیز جریان داره. بله آقای نظری، روزانه به گروه یاسا چند تن مراجعه میکنن و از این میان چند تن از این واقع مثبت می داشته باشه و چند تنش وخیم می باشه که نیاز به این بستری شون؟ به طور مثال وقتی من ارقام دیروز را گفتم 840 واقع، از مجموعی 3449 سمپل که مورد آزمایش قرار گرفت 840 تن مصاب بودن. ای به این معناست که ما از هر 100 نفر را وقتی تست میکنیم حداقل ارقام دیروز را اگر ما در نظر بگیریم 22 نفرشان مثبت است. به می خاطر میگیم که میزان مصابیت ما به 22% رسیده. خوشبختانه تعداد افرادی که وضعیت وخیم دارند و در شفاخانه ها بستر هستند زیاد نیست. به طور مثال ما در افغانستان اضافه تر از 6000 واقع مثبت فعال کرونا داریم و تنها حدودا 400 تن از یاد در شفاخانه ها بستر هستند، باقی مانده در قرنطینه خانگی به سر میبرند که الحمدلله وضعیت صحیشان خوب است و ضرورت به بستری شدن ندارند. تنها در حدود 400 تن در سراسر افغانستان افرادی هستند که ضرورت به شفاخانه دارند و در شفاخانه های وزارت صحت عامه افغانستان بستری است. بله آقای نظر، علائم و ویژگی های این ویروس نسبت به موج اول و دوم چقدر متفاوت است؟ آیا شخصی که مبتلا میشه میتونه که درک بکنه که به این بیماری مبتلا شده؟ بله خب اعراض و علائم تفاوت را نمیتونه باشن. اعراض علائم را که ما در موج اول داشتیم یا در نوع بریتانیایی و یا نوع ویروس وهان کرونا از هم تفاوت نمی داشته باشند، دقیقا مشابه هستند. یک مقدار اندک تغییرات در او وجود داره ولی او به اندازه نیست که ما بگوییم که بسیار متفاوت هستند. بنابراین از لحاظ اعراض علائم مشابه هست، ولی تفاوتی که وجود داره و نوع ویروس بریتانیایی است که سرعت انتشارش بیشتر است ولی میزان وخامتش کمتر است، که یک خوبی هست نسبت به ویروس وا. در همزمان با او میتونه یک زنگ خطر باشه. یک زیاد از هموطن ما شاید که مثبت باشه تستشان ولی چون اعراض علائم ندارن
و خبر نیستن میتونن به نیست ناقل مرض باشن که افراد دیگر هم حساب سازن. بله، آیا این ویروس واگیریش به اشخاص مشخص هست، یعنی به سنین مشخص گزارش شده گفته شده؟ حالا ویروس موج اول و دوم بیشتر میگفتن که شاید کودکان در معرض خطر نباشن، نوجوانان همچنان سنین بالاتر میتونه که در معرض خطر بیشتر باشن. این ویروس جدا از این مشخصات هست یا نه؟ خب افراد و اشخاصی که مبتلا میشن به ویروس تقریبا بر تمام از کاتگوری های سنی موضوعی مهم است. افرادی که وضعیتشان بسیار خراب میشه و سیر مرض در او بسیار وخیم تیر میشه، افراد است که امراض مزمن جانبی دارن با خود و یا افرادی که بالاتر از سن 50 سال هستند. برای این قسم افراد متاسفانه که سیر مرض وخیمتر است، در حال از این که برای افرادی که جوانتر هستند و امراض جانبی ندارند مرض آرامتر سپری میشه. بله آقای نظری، شما یعنی گفتین از دیروز تا کنون تانسته که 149 نفر دیگر تازه بغیر از 800 تنه که در 24 ساعت گذشته است به ثبت رسیده بود، 149 تن دیگر هم برای اضافه شده، درست است؟ نه خیر، ما ارقام 24 ساعت گذشته هنوز برای ما نرسیده. مطمئنن که بر اساس صحبت هایی که با لابراتوارهای وزارت صحت‌عامه داشتم، سمپل هایی که گرفته شده بسیار بالا هست، چیزی در حدود 3000 سمپل ما حداقل در 24 ساعت گذشته مورد آزمایش قرار گرفته، ولی چون ارقام هنوز فاینل نشده من دقیق نمیدانم که چی تعدادی از افراد مثبت هستند در 24 ساعت گذشته، که احتمالاً تا یک ساعت دیگه یک ارقام برای ما برسه و باز دقیق مشخص شود که در 24 ساعت گذشته چی میزان مصطبیت را ما داشتیم. بله آقای نظری، چرا در افغانستان به ویژه در بزرگ شهرها و حالا در کابل هم کمتر اشخاص، کمتر مردم توصیه های بهداشتی را مراعات میکنن، از جمله مهمترین چیز استفاده از ماسک یا ماسک زدنه؟ متاسفانه یک موضوعی که واقعا وزارت صحت عامه افغانستان را بسیار نگران ساخته، بی‌اعتنایی تمام در مقابل کرونا و برداشت های غلط که گویا کرونا ختم شده واقعا ما را به چالش کشیده. حداقل از دهه آخر ماه مبارک رمضان وزارت صحت عامه افغانستان تا جریان روزای عید حداقل ما 3 کنفرانس خبری داشتیم. در تمام مصاحبه هایی که معاونین سخنگوی وزارت صحت عامه، خودم همراه با همکارای ما که با دیپارتمنت روابط عامه ما همکار هستن و تلویزیون ها میرن، پیام ما همیشه بوده که لطفا استفاده از ماسک یک چیز بسیار ضرور است، این میتونه که ما را کمک و همکاری بکنه. و همون قسم در یک سروی که وزارت صحت عامه انجام دادن، 99% مردم به این که باید ماسک استفاده کنن، باید خود وقایه کنن آگاهی دارن، ولی متاسفانه جدی نمیگیرن. این بی‌اعتنایی تمام واقعا افغانستان را به طرف یک بحران میکشاند. خواهش ما بازم به نیست یک کارمند سکتور صحت افغانستان از جمع مردم هست، کرونا عملا وجود دارد، تعداد روزانه از هموطن های مجان خود از اثر کرونا از دست میدن. استفاده از ماسک یک چیزی بسیار ضروری هست و میتونه ما را واقعا کمک. بله، نظر به افزایش این بیماری به کدام مشکلات سکتور بهداشتی افغانستان مواجه هست در بیمارستان ها، به ویژه در شفاخانه افغان ژاپن؟ آیا به مشکلات برخوردن به چیز کمبود مواجه هستند؟ خوشبختانه در حال حاضر ما در تمام شفاخانه های افغانستان به شمول شفاخانه افغان ژاپن و میشه شفاخانه افغان ژاپن منیس یک نمونه از شفاخانه ها، وقتی ما میبینیم خوشبختانه که پرسنل کافی، اکسیژن، ادویه‌جات لازم وجود داره، کارمندان صحی ما، قهرمان های سکتور صحت افغانستان در شفاخانه ها عملا کار میکنن و ما در حال حاضر با کدام مشکل مواجه نیستیم. ولی من میخواهم تکرار بکنم، وزارت صحت عامه افغانستان و سکتور صحت افغانستان یک ظرف از داره که میتونه در اون ظرف در واقع تعداد بسترهای نداشته باشد. اگر بی‌اعتنایی جامعه به این شکل ادامه پیدا بکنه و ما روز برسه که تعداد تختهای وزارت صحت عامه افغانستان که در سطح افغانستان داره پر شوند و دیگه ما گنجایش پذیرش مریضا را نداشته باشیم، مطمئنا اون روزی بود که روزی خواهد بود که یک فاجعه در این کشور اتفاق خواهد افتید. به این دلیل است که همیشه ما تلاش داریم و خواهش ما از جامعه است که لطفا همکار باشیم با سکتور صحت تا ما بدانیم
تعداد واقعات را کنترل بکنیم و در یک مقطع از زمان تعداد زیادی از واقعات به شفاخانه ها مراجعه نکنند و ما بتانیم مرده خدمات را به شکلی درستش برای هموطنان خود را بکنیم. بله آقای نظری، به عنوان آخرین سوال میخوایم بپرسم که چقدر افغانستان را در خطر تهدید قرنطین و یا هم محدودیت وضع شدن محدودیت های بیشتر میبینین مواجه شده، نظر به افزایش آمار و ارقام که نزد ساعت ما وجود داره؟ خب بر اساس پلان مبارزه با موج سوم کرونا، وزارت صحت عامه افغانستان مبتنی بر شواهد و حقیقت ها محدودیت های را در نظر گرفته، در صورتی که تعداد واقعات ما همون قسم که فعلا در حال افزایش از ادامه پیدا بکنه و ما به یک وضعیت برسیم که تعداد واقعات ما به اندازه باشه که ما احساس بکنیم دیگه اگر به این شکل پیش بریم سکتور صحت عامه افغانستان توانایی بسری شدن و تعداد از افراد را نخواهد داشت، مطمئنا که ما و محدودیت های را وضع خواهد کردیم. ولی در حال حاضر خوشبختانه تعداد واقعات ما با وجود از اینکه افزایش داشته، ولی به اندازه این نیست که ما سرزی فکر بکنیم که کدام محدودیتی را وضع بکنیم، چون مسئله قرنطین و یا وضع کردن محدودیت ها تنها بود صحیحی در اون مطرح نیست. ما باید به تمام ابعاد وضع یک محدودیت را بسنجیم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سایکولوژی که چی تاثیرات میتونه بر سر جامعه داشته باشه و آیا جنبه عملی داره وضع محدودیت یا نه، این مسائل رو باید ما در نظر بگیریم. ولی مبتنی بر شواهد و حقیقت ها فلان را که جلال ما رئیس جمهور قبول کردن، در صورتی که افغان برای ما نشان بده که وضعیت رو به وخیم شدن هست و ضرور است و نیاز است که ما محدودیت را وضع بکنیم، مطمئنم که وزارت صحت عامه افغانستان را دوم این کار انجام خواهد. تشکر از شما آقای نظری که در این بحث با ما بودین، موفق باشین.